اخیرا با یک رفقا مطرح کردم محسن نادری نژاد. محسن نادری نژاد در امریکا یکی از اولین تلویزیونا بود به نام چرا زنین، به همه زنین بود هست، به همه هم فوش، همه هم درگیری، از هر کسی هم یه چیزی در می آورد میزدش. محسن چرا زنین تلویزیون دار. خب هر کسی توی دنیا نقطه ضعفی داره دیگه، میشه همیشه هم تا آخر اون کاری کرد، ولی الان دیگه سیستم کارش فرق کرده. این من بهش میگفتم، گفتم از مادر تو یاد گرفتم، چون مادر محسن نادری نژاد خودش خیلی مادرش هم چرخش فوت کرد، معلم کلاس دوم من در دبستان جم خیمون تبرسی طرف تبر محله اینا تو مشهد. یه روز برادر من چغولی من نوشته بود شکایت من کرده بود پایین، نوشته بود پایین مشقام که معلمه بخونه ما رو دعوا کنه، دعاشم حسین. بعد ما را موتور رو تو راه اینو دیدم، برداشتم با مداد پاک کردم، چون کلاس دوم خودکار نداشتیم، مداد داشتیم. رفتم اونجا خانم رو دید، گفت این چیه؟ جام تو عوضی شده، خط زده اونه چی فلانا. این نگاه کرد بالا پایین کرد، بعد گفت با قلم من میتونم پاکش کنم، همش رو بخونم، ولی بهت اعتماد میکنم. چیزی هست به من بگی؟ خانم معلم، داداش ما نوشت. گفت آفرین، گفت آفرین، راستش رو به من گفتی، گفت راستش رو به من گفتی. گفت اونجا یه چیز دیگه به من گفت، گفت ببین بچه یه چیزی یاد بگیر از الان، داداشت کار خوبی نکرده اینجا نوشته، چون باید میمد یا به من میگفت یا با بینیم چیه این اینجا نوشته برات. خیلی خب بایی که داداشتم بود، ولی توی زمانه هر بخواستی کسی رو بشنسی تو یه چیزی بگو عصبانیش کن، یه چیزی بگو که عصبانی بشه، یک انتقادی بهش بکن، یه فلانی بکن، اونجاست که روی خودش نشون میده. الان ما ایرانی ها اکثرا همینطوریم، اکثر ایرانی همینطور. تو به یک ایرانی یک اشتباهی میکنه به توضیح بهش بده، بگو آقای کاری کردی چرت پرته، عصبانی میشه، مان چرت پرت. آقای مال خودت نیست که، خصوصا که الان شما اکثر چیزی که میفرستید مال یکی دیگه هست میفرستید، چرت پرت میفرستید، اصلا نمیخورید. صد بار شده که آقا این جمهوری اسلامی خائن، جلاد، همه چیز توش هست، همه چیز. ولی مثلا این فیلمی که اخیرا پخش کردن جسدا رو میدزدیدن، بدن آدم ها هم تو جمهوری اسلامی هم میدوزن، ولی به شوی دیگه مال روسیه بود. خب صدا رو برداشتن، بعد بهش میگه آقای مال روسیه است، میگه پای رژیم جنایتکار، ابا قبول از این رژیم جنایتکار اینقدر داری اونا رو نشون بده. اینا رو فهمیدید؟ این دو سه موردی که ابتدا کردم پیش درآمدی است که میخوام این حرف الان بهتون بزنم. خوب دقت کنید ببین الان این زدن محسن فخری زاده، من دیگه بهش میگم محسن که زدنش، این باز یه بازیه که سر شما رو تک مدتی بند کنن و بعدم تا حالا هیچ کس نیومده بگه که آقا چرا زدنش، کی زددش، چجوری زدنش. 12 نفر بودن، 8 نفر بودن، یک ماشین بودن، جیپه کجا بوده، لندوره کجا بوده، وانت باره کجا بوده، از دور تیر اندازی کردن، اتوماتیک میزده این که بعد تیر اندازی کرده بعد منفجر شده، تخت توش بوده، هیچ کنار نمیدونه. چرا؟ چون این کار اهمیت اطلاعاتی بوده. میگم کی کرده؟ همه هم میگم، حتی من شدیدم خود اسرائیل رسما نیومده بگه، ولی دیدم این آقای مناشه امیر اومده میگه که او ما یار افتخار، قبلا نمیگفت مناشه امیر افارو، مناشه امیر قبلا که تو اینجوری نبودی که، قبلا وقتی اخبار میگفتی توی رادیو اسرائیل مرتب میگفتی حضرت آیت الله طالقانی، حضرت آقای آیت الله علی خامنه‌ای، اون موقع که شما کارمند وزارت امور خارجه اسرائیل بودی محترمانه اصلا با اینا صحبت میکردیم، ما اگه تون میگردیم میگفتی که آقا بی احترامی نکنید، هیچ بی احترامی تو رادیو اسرائیل تو پخش نکردی. حالا بنیامین نتانیاهو خودش نمیگه، تو میگی ما زدیم. درسته بنیامین نتانیاهو اسم مهدی فخری زاده رو گفت، درسته که خود اینها بارها گفتن ما آدمای اتمی شما رو زدیم، درسته که همین الان میزنن همه جا، سربازاتون رو میزنن، جمهوری اسلامی پاسداراتون رو میزنن، ولی این یکیره هنوز الان نمیدونه چی شده، هنوز یکیره. حالا چی شده من امروز بهتون میگم. ببینید بعدم نکته دیگه که خیلی مهمه، زدن سران جمهوری اسلامی که مال امروز نیست که، مگه مال امروزه؟ اینا بعد از اینکه گرفتن عمرای ارتش محمد رضا شاه نازنین رو، درود به روان پاک همشون، قتل عام کردن، بعد شروع کردن جوونا رو یکی یکی پخ پخ بکنن، ببرن اعدام بکنن، بعدم که تو خودشون شروع شد همین علی خامنه‌ای رو ترورش کردن که یک دست نداره علاکه، اون علی خامنه‌ای تو مسجد رفتن ضبط صوت گذاشتن، بعد گفتن فرقان، حالا میگم من بهتون که بعد حزب جمهوری اسلامی 120 نفر کشتن،
از رئیس دیوان عالی کشور گرفته تا وکلای مجلس بهشتی و عضو شورای انقلاب و اینا رو گرفتن گذاشتن، روز اول بود که بعدش زدن رئیس جمهور و نخست وزیر مملکت رو کشتن که. پس این کشتار هم از روز اول بوده که. بعدم بیشتر اینو اوایل، چون حال من گفتم قبلا دیگه نمیخوام واردش بشم و اینا، کار خود اینا بود، رقباش مثلا بهشتی یک رقیب بود برای این حزب جمهوری اسلامی. بهشتی اگر بود با همین فرم کرد، طالقانی اگر طالقان کجان با همین فرم کرد، آیت الله لاهوتی، آقای لاهوتی رو که من خیلی خوب میشناختم، بهش ارادتم داشتم، تو کوچه اصفهان میگن کشته شد، ولی تو زندان کشتنش. اول پسرش رو کشتن، پسرش، بعد اون رو کشتن. رئیس سپاه پاسداران بود ولی زود اومد بیرون، گفت من نمیخوام با این جنایتکار باشم. بعدم اینقدر من ازش خاطره دارم، آدم بسیار خوب و با شخصیتی بود که اصلا اون لباس علیکی پوشیده بود، زدن کشتنش. دامادش یعنی دو تا پسراش، دامادش هاشمی رفسنجانی هن، فاطمه و فائزه، دو تا پسری ایشون رو گرفتن آقای لاهوتی. خب اینا رو زدن کشتن. ولی حسن اول کی، چون اگر کسی میخواست رژیم رو بندازه، همونطور که من هفته پیش براتون پخش کردم که به آقای ترامپ گفتم، گفتم ترامپ جان میخوای بزنی این پنجا رو بزن، پنجا بهش گفتم کیان که همه این رهبرای بالا رو بزن، شما 42 ساله دارین پایینی ها رو میزنین و پایین تر از رهبر، پایین تر از اونه که مملکت اداره میکنن. حالا اول انقلاب خوب بود، رئیس جمهور خصوصی اینا رو زدن. بابا به خدا این چیز، یک چیزی ما پخش کردن بچه ها که خیلی جالب بود و استقبال شد، هسته‌ای بودن یا رگه میزنن، بابا اینا هم همشون هسته‌ای هستن، فرمانده هسته اینان، شما فرمانده های هسته‌ای رو ول میکنین این پایین. پس این بازیایی هست که رژیم هم خودش درش دست داره، چون رژیم خودش جهانیه، تو کادر جهانیه، رژیم با اینا همه با هم دست دارن، بده بستون میکنن، وگرنه باید بالا میزدن. حالا من یه نمونه دیگه تون بگم از آدمای زنده. روزهای هنوز اوایل انقلاب بود، یک دو سال اولش بود، اون موقع بود خانم اشرف ربیعی از تهران، ایشون روان شاد، ایشون از تهران تشریف آوردن مشهد، مشهد و پیش من در اون هتل که داشتیم چهارراه خسروی اول کوچه شوکت دوله، حال اول اینا خوش اومدین نگفتن، آره اومده بودم برم دیدن آقای تهرانی، گفتم استاد تهرانی، گفتم باشیم بریم، بریم همینجوری، گفتم آره، پیش زنگ نمیزنیم ازشون بپرسیم، گفتم نه ما با ایشون حرف نمیزنیم، پاشیم بریم، گفتم آره زنگ بزن، گفتم باشه. ما زنگ زدم گفتم استاد سلام درود، حال شما خوبه، خواستیم هم تشریف دارین خدمتتون برسیم، گفت آره آره باش بیا، مهمون داری؟ گفتم آره، گفت فلانی ها؟ گفتم بله بله، میدونید گفت ما در خونه من راشو ندادم، حالا تو زنگ زدی پاش میگه. استاد تهرانی سپاسگزارم، سپاسگزارم استاد علی تهرانی، الان تهران تشریف دارن، کار تفسیر و نجم خیلی کار زیادی کردن که بله. ما پاشدیم رفتیم و خانم اشرف رجوی به آقای تهرانی گفتن که آره ما رو میزنن، با چاقو میکشن، زخمی میکنن، روزنامه فروشه ما رو پاره میکنن، روزنامه‌هاشون رو فلان چیکار. گفت شما بزنید. گفت چطوری؟ گفت بزنید. گفت فرمان اسلام دستور، من فقیه هم، فتوا میدم به شما میخواید که هر کی زد شما رو باید بزنید. رد الحجر من حیف جا، از هر جا که سنگ به سوی شما پرتاب میکنن سنگ بزنید، میکشن بکشین. خانم اشرف خیلی تعجب کرد و گفت شما یعنی استاد فتوا میدین؟ گفت بله، میخوای بنویسم براتون؟ گفت نه نه حالا که نه، بله خوش کن. اومدیم ما بیرون، خانم اشرف رجوی خیلی جالب بود براشون، گفتن عجب شجاعتی داره. گفتن آقای تهرانی، استاد علی تهرانی نمیشن. ایشون رفتن تهران. وقتی رفتن تهران بعد یک مدتی که گذشت، 29 خرداد سال 60، یعنی اون شب 29 خرداد شهر که آخرین شب زندگانی ما تو مشهد بوده، فتوای هفته تیرش بودن تا هشت تیر، یک هفته بعدش ایشون زنگ زدن که آقای تهرانی همچنان بر اون چه گفت استوار است. گفتم ایشون همیشه استواره دیگه، لازم است حتما من بپرسم. گفت اون قضیه رو. گفتم ها. گفت میشه بریم شب ازشون رو بگیریم؟ گفتم بله. یک کسی اومد دم در خونه استاد، و استاد ما رفتیم تو، از این قلم های استنسل آهنی آورده بود با برگ استنسل، گفت اینجا بنویسن استاد اینو.